سلام، خیلی خوش اومدید. در خدمت خانم افشاری هستیم با موضوع مدل سازی رفتارهای جمعی. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و پای تشریف انشاءالله شما. خب امروز میخوام راجع به رفتارهای جمعی صحبت کنم، بعد مدل‌های ریاضی که وجود داره واسهش رو بگم، چند تاشو معرفی کنم و کاری که خودم توی بازارهای اقتصادی روش انجام دادم، یعنی حرکت جمعی رو توی بازارهای اقتصادی نگاه کردم، اونا رو بگم. پس اول از همه بیایم ببینیم اصلا حرکت جمعی چیه، یکم بیشتر بازش کنیم، بشناسیمش. حرکت جمعی ما خودمون تو پدیده هایی که روزانه باش سر و کار داریم خودمون میبینیم و مخصوصا تو طبیعت. نمونه هایی مثل دسته پرنده ها که حرکت جمعی دارن، همشون بدون داشتن لیدر یا اینکه درکی داشته باشن به یک سمت حرکت میکنن. توی دسته های ماهی ها میبینیم خیلی شکل های مختلفی تو تشکیل میدن، توی حرکت هاشون رفتار جمعی میبینیم. ملموس ترینش اینه که شما میبینین میخواین که یک نفر رو تشویق کنین توی جمعی، اولش بدون ریتم دارین دست میزنین ولی رفته رفته همه هم ریتم میشن و تشویق کردنشون هم ریتم میشه. اینا همه رفتارهای جمعیه، چون که شما که دارین یکی رو تشویق میکنین نه لیدری بهتون میگه که چجوری باید دست بزنین، نه اینکه فرکانس دست دادن بغلی ها رو میبینین و میدونین. نمونه هایش توی خود فیزیک هستش، مثل همگام سازی نوسانگرهای جفت شده و توی اتصالات جوزفسون، به خاطر اینکه دو تا ابررسانه رو وقتی با یه اینسولیتور جدا کنین میبینیم بدون اینکه حتی به میدان خارجی یا یک ولتاژی بهش اعمال کنین جریان میبینین و این خودش نشون دهنده رفتار جمعی الکترون هاست. پس یکی از موفقیت‌های فیزیک آماری اینه که میاد یه الگویی برای حرکت جمعی توی سیستم‌هایی که اجزای خیلی زیادی دارن پیدا می‌کنه، توصیف می‌کنه در واقع، چه اون اجزا ساده باشن چه اون اجزا پیچیده باشن. پس بخوام به طور کلی حرکت جمعی رو تعریف کنم، میتونم بگم به وجود اومدن اجماعی از تک تک اجزای در حال حرکت به صورت یک کل واحد که الگوی حرکتی پیچیده‌ای رو ایجاد می‌کنه. خب من تا اینجا فهمیدم که حرکت جمعی الان چیه و یک کم شناخت راجبش دارم. حالا من ادعام اینه که این رفتار جمعی رو تو بازارهای مالی به ویژه وقتی که کرایسیس داریم اتفاق می‌افته. یعنی چی؟ مطالعه بازارهای مالی یکی از موضوعی جالبیه که ما میتونیم مطالعهش کنیم، مخصوصا بحرانهای مالی، به خاطر اینکه تو بحرانهای مالی مردم سرمایهشون از دست میدن، مملکت ها دچار مشکل میشن. پس خیلی خوبه که اونا رو مطالعه کنیم، بشناسیم و بدونیم که چرا داره اتفاق میفته و اگه حتی بتونیم پیشبینیشون کنیم که بتونیم جلوشون رو بگیریم. پس ادعای من چی شد تا اینجا؟ میخوام بگم که رفتار جمعی توی کرایسیس هم داریم. حالا مدل هایی که برای رفتار جمعی هست، پایه‌ای ترین و بیس قضیه، بیس مدل هایی که داریم برای مدل کردن ریاضی حرکت جمعی، مدل ویچک. مدل ویچک رو میگن که مثل مدل آیزینگ تو مواد فرومغناطیس در حال تعادله، به خاطر اینکه همونطور که مدل آیزینگ رو توی برای همه مدل ها میان مودیفای میکنن با توجه به مسئله خودشون، مدل ویچک هم همچین چیزیه توی رفتار جمعی. توی کالکتیو بیهیویر مدل ویچک رو میان مودیفای میکنن که به مسئله شون بخوره. مدل ویچک رو آقای ویچک تو سال 1995 معرفی کرد و پرکاربردیش به خاطر اینه که برهم کنش ها رو خیلی ساده اومده توصیف کرده و کمیت ها و پارامترهای مسئله رو خیلی کم کرده. حالا این مدل اصلا چی هست؟ این میگه که توی همون مثلا دسته پرنده هایی که فرض کنیم، هر یه دونه عضو، هر یه دونه ذره‌ای که تو اون سیستم داریم، جهت حرکتش رو میاد میانگین جهت حرکت همسایه هاش انتخاب میکنه و یعنی که به علاوه یه اختلالی،
که اون اختلال هم حالا میگم چیه، یعنی جهت حرکتش رو میانگین همسایه‌اش گرفته به علاوه یه اختلالی. حالا تو مدل ساده ویچک میاد ساده ترین حالتش رو میگیره، یعنی همسایه ها رو حول یه دایره در نظر میگیره برای این ذره، میگه که اگه توی این دایره بود همسایه است، اگه خارجش بود همسایه نیست، که اینجوریه. این اختلال رو هم بخوام ساده توضیح بدم، مثلا برای تو مسائل مختلف متفاوته. مثلا برای دست پرنده ها اختلال داخلی داریم و اختلال خارجی، یعنی که پرنده ای که داره جهتگیریش و جهت میانگین جهت همسایه‌اش میگیره کامل میدونه، جهتش هم مشخصه، ولی حالا به دلیلی، به خاطر غریزش، به خاطر هدفی که داره، یکم از اون جهت انحراف پیدا میکنه. و یعنی که اختلال خارجی مثل این که میدونه جهت همسایه‌اش دوباره چیه، ولی یه بادی میزنه یکم جهتش تغییر میکنه. این اختلال از اونجا میاد که وارد میشه. حالا برام توی مدل سازی ریاضی که توی مدل سازی کامپیوتری که میکنن، این اختلال رو که بالا پایین کنن از حالت بی‌نظم به حالت منظم تبدیل میشه. یعنی توی این مدل سازی میتونن کاملا کالکتیو بیهیویر رو ببینن. مدل ویچک کلا 3 تا پارامتر داره. توی این مدل یادم رفت بگم که کلا سرعت ثابته. کلا سرعت این مدل ثابته و 3 تا پارامتر داره این مدل. مدل سرعت ثابت، اختلال و چگالی ذرات. یعنی با این توی مدل سازی ریاضی میان اینا رو دستکاری میکنن تا از حالت بی نظمی به حالت منظم بره. بفهمید؟ اختلال زیاد داره، بی نظم. بی نظم، آره. حالا یه پارامتری میان تعریف میکنن، یه مشخصه‌ای به نام پارامتر نظم تعریف میکنن که بیان حالا از نظر کمی بسنجن که از حالت بی‌نظم میره تو منظم، که اونم تو مدل ساده ویچک میانگین جهت سرعت ها رو میگیرن و که این پارامتر نظم رو با اختلال رفتارش رو نگاه کنن میبینن که یه گذار داریم. اینم برای 4 تا از سیستم ها گفتم 3 تا پارامتر داریم، اختلال، چگالی و سرعت ثابت، که توی هر سیستم سرعت رو ثابت میگیرن و این الان پارامتری که بین اینا تفاوت هست چگالی ذراته، یعنی چگالی اگه بالا پایین بره اینطوری تغییر میکنه. حالا گفتم مدل ویچک تنها مدل ما نیست، مدل های دیگه ای هم داریم، مثل مدل زیروک توی سال 1997 که 2 سال بعد دوباره همون ویچک، باراباشی و زیروک اومدن گفتن که ما همین اتفاق رفتار جمعی رو توی یک بعد هم میبینیم، یعنی که توی انتا ذره رو توی یه طول ال گرفتن و دیدن اون شکست تقارن رو ما توی یه بعد هم داریم و از بی نظمی به نظم رسیدن. مدل دیگه مدل لوین هست، تو سال 2000 اومده مدل ویچک رو مودیفای کرده به صورتی که گفته یه هسته ای با نیروی دافعه، اول گفته بود یه هسته با نیروی دافعه ضعیف داریم، بعد دافعه رو یعنی ضعیف در نظر گرفته بود، بعد دید که چگالی رو داره زیاد میکنه این سیستم دیگه اکسپند نمیشه چون هی دارن منسجم تر میشن، بعد اومد این نیروی دافعه رو قوی ترش کرد و گفتش که یه همچین حالتی باشه، یعنی یه هسته ای داریم که نیروی دافعه قوی داره، از یه توی محدوده ای جهتگیری همسایه هاشو میکنه و از یه جایی به بعدم که خیلی دیگه پرچن جذب میکنه، یعنی حالتی که جذب میشه به سمت هسته. بعد این مدل هم اگر بخوایم بررسی کنیم، حالا همه اینا رو تو فارسی من دسته و گله در نظر گرفت، یعنی ترجمه شده بود، ولی این سوارم، این تورسه، این فلاکن اسکوله. حالا توی سوار میگه که جهتگیری همسایه نمیکنه، فقط نیروی دافع و جاذبه داره. توی این یکی که تورس، همه ذرات حول یه مرکز خالی در حال گردشن که جهت میانگین جهت همسایه هاشو میگیره و توی حالت فلاک یا اسکول همه همجهت شدن، نیروی
جهتگیری بین همسایه هاشون خیلی قویه. خب مدل بعدی که میخوام بگم مدل بوله که در سال 2006 اومده مودیفای شده مدل زیرو که در واقع یه بودیه که به سرعت و به اون فاصله‌ای که داره از اون ذره وزن داده. خودم گفتم که تو مدل ساده ویچک اومده یه دایره در نظر گرفته، گفته که اگه داخل این دایره بود همسایه است، خارج بود همسایه نیست. ولی خب میتونیم با فاصله اینو یه وزن دارش کنیم، یعنی اونی که نزدیکتر به اون ذره وزن خیلی زیادی داشته باشه تاثیرش بیشتر باشه و هر چی دورتر میشه تاثیر کمتری داشته باشه. بعدی مدل چت هست. تو سال 2008 اومد مدل ویچک رو از چند جهت بست داد. یکی از اون بستاش چی بود؟ گفت که فرض کنیم ذراتمون توی یه سیاله، یعنی که مثلا گفت ماهی‌ها تو آبن، پرنده‌ها تو هوان، پس یه نیروی سیالی بهش داره وارد میشه و تو رابطهشون اومد نیروی سیال رو هم دخیل کرد. اینم قدرت اون نیرویه که بهش اعمال میشه. بفهمید این نیروی سیال داره سخت‌تر میکنه انتقال جهت‌گیری اینا رو. قبلا من این ترمای قبلی من این چیزا رو نداشتن، مثلا اینکه همسایه فاصله همسایه رو چقدر باشه این چطوری جهت‌گیریش عوض کنه. خب نیروی سیال بستگی داره از چه جهتی بخواد وارد بشه و چجوری تاثیر بذاره دیگه و چقدر باشه. مثلا تو آب ماهیه داره تاثیر حرکت میکنه، خب ممکنه موج مثلا این سمتی بیاد یه جهت حرکت رو تغییر بده. هر عامل خارجی حتی قبل از مدل چه کلا ملاحظات میکنی سیالاتم ریختن دور، یعنی فرض میکردن یه هیچ تو هیچی نیست بیرون چیزی نداره. مدل بعدی مدل ویچک اومد برای ذرات هیچ شکلی قائل نشد، یعنی گفتش ذرات من نقطن یه پوینت و محاسباتش رو انجام داد. آقای پرانی تو سال 2006 اومد گفت مدل برای مدل ویچک من شکلم در نظر بگیرم. اولا که اونو تنابطور و به صورت نرم گرفت شکلای ذراتشو که اینطوری اومد ضریب همپوشانی و ضریب طول به عرض هر ذره و اینا رو دخیل کرد و اینجور مدل سازی ها خیلی توی مطالعه باکتری ها طرفدار داره، چون باکتری ها بیشتر شبیه این ذراتشون و همینطور که میبینید شکل رو اینجوری در نظر گرفت. مدل دیگه مدل کوکر اسمیله تو سال 2007 اومد مدل ویچک رو تو سه بعد تعمیم داد. توی این مدل یا ذریب پارامتر بتا در نظر گرفت که نرخ کاهش تأثیر این پرنده رو پرنده های دیگه است، که این بتا گفتش که اگر بزرگتر از 1/2 باشه سیستم همگرا میشه به یه رفتار جمعی، یعنی میرسه. گفت اگه بتا کمتر از 1/2 باشه بسته به شرایط اولیه مکان و سرعت دوباره همگرا میشه، توی یه شرایط خاصی یعنی همگرا میشه، که بیشتر این مدل بخواد برای اجماع نظر رسیدن در واقع طرفدار پیدا کرد. گفتش که خب توی مثلا بخواد یه پروداکتی وارد بازار بشه، اینکه به چه قیمتی برسه، اجماع نظر رو چه قیمتی باشه استفاده میشه، و اینکه یا مثلا سیستمایی که چند تا زبون باشن بخوام به یه زبون واحدی بخوان اجماع نظر داشته باشن میرسه. مدل بعدی مدل گالم هست که تو سال 2003 برای پخش شدن شایعه در نظر گرفت. این مدل بر خودم خیلی جالب بود. توی اتفاق 11 سپتامبر یه شایعه توی فرانسه پخش شد، اینکه هیچ هواپیمایی به پنتاگون اصابت نکرد و این شایعه همینجور داشت پخش میشد، با اینکه روزنامه نگارا و همه سیاست خود فرانسه گفتن جلوشو گرفتن، حتی خود آمریکا با جزئیات پخش کرد که نه هواپیما برخورد کرده، ولی حتی با اینکه جلوشو گرفتن چون همکار با همکار حرف میزد تو خانواده بحث میشد این شایعه همینجور ادامه پیدا میکرد. به اینجوری بود که اینا اونایی بودن که اقلیتن ولی دروغ رو پذیرفتن
اینا اکثریتن، ولی خب واقعیت رو پذیرفتن و گفتن هواپیما خورد دیگه، وقتی آمریکا گفته خورده. اینا تو اجماعی که پیش هم قرار می گرفتن همدیگر رو قانع می کردن. و بعد اینکه قانع کردن می بینین که چقدر عده اونایی که دروغ رو پذیرفتن بیشتر شده. این به خاطر این بود تو فرانسه این اتفاق افتاد که خود فرانسوی ها از نظر ذهنی با آمریکا مشکل داشتن. به خاطر همین تو کامیونیتی هایی که تعدادشون مساوی بود، مثلا مثل اینجا، تونسته بود دروغ غالب بشه. ولی همین شایعه تو انگلیس هم قرار بود داشت پخش میشد، ولی سریع دمپ شد و از بین رفت، به خاطر اینکه انگلیس خب با آمریکا خوبه و وقتی آمریکا گفت هیچ هواپیمایی نخورده، خب نخورده دیگه، قبول کردن مردم. این مدل هم بیشتر توی شایعه و این چیزا کاربرد داره. ولی من تو کار خودم میخوام از مدل ویچک استفاده کنم. همونطور که گفتم برهم کنش ها رو ساده در نظر گرفت و پارامترهای مسئلهش هم که کم بود، من از اون استفاده میکنم. اجتماع اینا اجماع هایی که مثلا همکار با همکار داره نهار میخوره، نمیدونم این خانواده است. نه همین جوری بود، نه شکل معنی نده. خب پس تا اینجا گفتم که رفتار جمعی چیه. من ادعام اینه که رفتار جمعی تو کرایسس اتفاق میفته و حالا یه سری مدلایی گفتم که بخوام باهاش مدلای ریاضی، مدل سازی ریاضی کنم که من از مدل ویچک میخوام استفاده کنم. حالا میخوام همین ادعایی که کردم که بحران مالی توی رفتار جمعی میبینیم تو بحران مالی رو تو بازار S&P 500 اعمال کنم. خب دیتاهای بازار S&P 500 رو گرفتم. توی مدل ویچک مختصات دو بعدیم بود، V و R دیگه، X و Y. بله بازار سهام، بازار سهام، اسم یه بازار سهام S&P 500 تا شرکت خفن، 500 تا سهم توشه، مال آمریکاست. بله من مختصات دو بعدیم رو گرفتم، کلوز پرایس و والیوم، یعنی قیمت سهم بسته میشه و حجم معاملات. دیدم که تو هر روز از سال 2007 تا اواسط 2019 دیدم که هر سهم تو هر روز همچین حالتی داره. فقط میخواستم یه حسی داشته باشم که چی. بعد اومدم سرعت و جهت واسه شون در نظر گرفتم، تعریف کردم که مکان فردای هر سهم منهای مکان امروزش کردم و جهت براشون در نظر گرفتم. توی روزای عادی که اکثرا غالبا روز عادی بازاره دیگه، رفتار جمعی که هر روز نمیبینیم، یا کرایسیس هر روز که اتفاق نمیافت، همچین حالتی بود. ولی نمودار هر سهمه، این کلوز پرایس، این والیومه و فرداش منهای امروزشه، یعنی جهت رو اینجوری کرد. در طول زمان یه روزه، این یه روزه تغییرش، یه خودشه تغییرشه دیگه، خود کلوز والیومه یا تغییرات کلوز ریترنه مثلا روزه قبل. بله والیوم چون نه فردا منهای امروزه. نه تغییره. اینجوری اگه مثبت باشه فرداش به سمت راست بوده بسته. بله یعنی 500 تا نکته بودم. بله 468 دسته البته دیتا. این چیز خود این کار رو برای چی کردیم؟ یه دونه اسلاید تب میکنیم. این روز عادیه. من ادام چی بود؟ گفتم که من میخوام ببینم که تو موقعهای کرایسس تو بازار مالی من رفتار جمعی میبینم. این روز عادیشه، ولی روزایی که مثل این کرایسسه، یعنی یه افت و خیز شدیدی داریم، دیدم که همه سهم‌ها دارن به یه سمت حرکت میکنن. یعنی شکل قبلی من این بود، توی اکثر روزها من این شکلی میدیدم، ولی تو روزهایی که مثل این تاریخچه یا فایننس دیگه، تو این تاریخ دقیقاً اونو رسم کردم اون شکلی شد. و این برای این یه مثالشه، یعنی همه روزهایی که افت و خیز اینطوری داشتم دیدم که همچین رفتار جمعی رو دارم میبینم.
حالا یه کار دیگه ای هم که کردم، اومدم کامیونیتی تعریف کردم. گفتم حالا من که جهت تعریف کردم برای سهمام، سهمایی که افتادن تو این جهت هم بیان تو این کامیونیتی، اینجان بیان تو این کامیونیتی. و انتظارم این بود که من توی رفتار جمعی وقتی همه دارن به یه سمت میرن، عده کثیری از سهم‌ها بیفتن مثلا تو این کامیونیتی، دارن به یه سمت میرن دیگه. پس تعداد سهمایی که توی یه کامیونیتی میفتن تو روزایی که کرایسیس اتفاق افتاد بعد خیلی زیاد باشه. و دقیقا همین انتظار رو داشتم، همینم اتفاق افتاد. توی این که تاریخ، اینم ماکس تعداد سهمایی که افتاده توی یه کامیونیتی. دیدم که پیک دارم میبینم، یعنی تعداد زیادی از توی تاریخایی تعداد زیادیشون افتاده توی یه جا. که اونا رو سورت کردم و توی تاریخاشو یعنی گرفتم و چک کردم، دیدم که آره دقیقا تو این تاریخ که همون تاریخ قبلی است که اون شکل رو دیدیم همه رفته بودن به یه سمت، تو همین تاریخ دیدم که آره بیشترین ماکسمون یعنی اونه. بیشتر از 468 تا سهم 349 تاش افتاده یه جا. و همینطور بعدیش هم همین. یعنی یا ماکس یا مین لوکالی داشتیم تو اون رو تاریخا. نه نه، جهتشون برای مهمه، کوسینوس هاشون رو گرفتم. اینجا هم جهت همینه دیگه. آره نه نه، جهت برام. آره خب خب، پس من تا اینجا رفتار جمعی فهمیدم چیه. ادعام این بود که رفتار جمعی دارم تو کرایسیس و دیدم که دارم. حالا قدم بعدیم اینه که با مدل بیچک که مودیفای شدهش رو میخوام استفاده کنم، بتونم مدل سازی ریاضی کنم. کارهای دیگه‌ای که میخوام انجام بدم، یکیش اینه که توی این مقاله هم اومده، بیام تأخیر زمانی رو حساب کنم و لیدر فالوئر در بیارم توی بازار سهام. یعنی بگم که توی این مقاله راجع به دست پرنده ها صحبت شده، گفته که این پرنده که داره میره این سمت، اون یکی مثلا با چه میدونم 2 ثانیه 5 دقیقه تأخیر میفهمه که این رفته این ور، اونم فالوش میکنه. حالا اون لگ زمانی رو بعد در بیارم ببینم که چقدر لگ زمانی میتونه تو مسئله من باشه و توی بازار ببینم که کدوم سهم ها لیدر میشن و کدوم ها فالوئر میشن. کار دیگه ای هم که میشه کرد اینه که حالا رفتار جمعی برای من به معنی این نیست که همه دارن هم جهت حرکت میکنن. ممکنه این زیر گروه این سمت بره، این سمت بره، اون سمت بره، ولی کل گله به یه سمت برن. که دقیقا تو همین مقاله هم همین شد که مطالعهشون روی گله گوره خراب بود، گفتن که این داره این ور میره، این هر کدوم یه سمت میرفتن ولی اوورال گله داشت به یه سمت حرکت میکرد. خب میشه زیر گروه ها رو هم پس در بیاریم توی رفتار جمعی ببینیم که چه زیر گروه هایی داره، ساختارش چجوریه. و بعد میشه توی این مقاله خیلی جالب بود برخوردم به این که توی زیر همین حالت که گفتم زیر گروه که داریم، ادعای این مقاله اینه که یه سری اطلاعات گم میشه. یعنی چی؟ یعنی که گله حیوانا برای بقاشون حتما باید بهترین تصمیم جمعی رو بگیرن، یعنی بهترین رفتار جمعی رو بعد از خودشون بروز بدن. فکر کنین یه شکارچی به گله حمله کرده، بعد بهترین تصمیم رو بگیره که کدوم سمت بره. و این کار رو با رأی اکثریت انجام میده. یعنی میگه که هر تک تکشون میبینن که خب راست برن یا چپ بهتره واسه شون و رأی اکثریت میشه اون رفتار جمعیشون. ولی توی این حالتی که زیر گروه هست، میگه که اول این رأی اکثریت تو زیر گروه میاد مشخص میشه و بعد بین زیر گروه ها میاد مشخص میشه. چجوری؟ مثلا الان این سفیدا اقلیتن، یعنی انتظار ما اینه اکثریت رأی بیاره و مشکی بشه دیگه، ولی اینا که با اینکه اقلیت تو این زیر گروه اقلیت رأی آورد، تو این زیر گروه اقلیت رأی آورد، تو این زیر گروه اکثریت، حالا بین دوباره زیر گروه ها اقلیت رأی آورد. یعنی چی؟ چون ما انتظار داشتیم که اکثریت رأی بیاره و مشکی رأی بیاره، حالا سفید رأی آورد که اقلیته. یعنی میگه که یه سری اطلاعات گم میشه وقتی زیر ساختار داریم.
این کارهایی که در ادامه میخوام انجام بدم و مرسی از این که وقتتون رو دادید به من. روی کلوز و حجم و بسه مثلا کرویسیسی اومدیم نمیدارش کشیم، این چیز طبیعی بود دیگه، یعنی ما انتظار داریم وقتی یه اتفاق عجیب غریب میفته بازار چون یه موقعی به یه سمتی شدید هجوم میبره، یعنی ما من احساس کردم اگه میخواییم راجع به رفتار جمعی صحبت کنی راجع به رفتار جمعی آدم ها صحبت کنی، تا چون آدم ها عملا دارن اون ساختار رو میسازن. من راجع به رفتار جمعی سهم‌ها داشتم صحبت کردم. به نظرم یعنی این نظر منه. بفهم. اینکه ما بیام تو کرایسیس بگیم آره سهم مثلا 500 داره میاد پایین خیلی چیز طبیعیه. یا میره بالا خیلی چیز طبیعیه. یعنی میفته. بعد همه با هم یهو دارن میاد. همه با هم میفته. مثلا 500 شرکته تو میای مثلا میگی که امروز یه اتفاق عجیب غریب آمریکا حمله شده بهش. و خیلی طبیعیه که قیمتش مثلا عجیب یا بره بالا یا بیاد پایین. برای ما این چیو میخواد به اون نشون بده؟ این فلکچوئیشن خیلی عادی نبود که مثلا 4 تا بره پایین 5 تا بیاد پایین. نه من هم کرایسیس رو میگم، کرایسیس عجیبه دیگه، یعنی هیچ میگم عجیبه، هیچ تعجبی نداره که این اتفاق میفته. یعنی من انتظار دارم که هم تقریبا 99%شون اوف کنن. خب میخوام از این هم ورود کنم. 2008 ما انتظار داشتی که این جوری شه؟ نه سریع سریع بازه میدونستیم و ما بگم مثلا جنگ آقا این دیگه که شما نمیگی پیشنهادت اینه که بریم رفتار آدم ها رو کنیم. آدم هم زمان وقتی یک کرایسیس رخ میده ما میدونیم که قیمت ها افت میکنه به طور تقریبا همه قیمت ها دارن فرونه بعض شرکت ها بتونه مثلا 90% افت میکنه. خب نه این مکانیزم ریاضی کارش اینه که بتونه اینو یه جوری مدل کنه که بشه قبل از اینکه قبل از اینکه پیش بینیش کنه. نه اینکه میکنه که خب دیگه بعدش دیگه فرض زمان بحران هم همه آدما میرن سهمشون رو بفروشن. اینم خیلی چیز واضحیه و ما نمیخوایم باز این اتفاق بیفته. این همش برای اینه که قبل از اینکه فاجعه رخ بده جلو شه. یه چیز دیگه هم هست، خیلی وقت شما مثلا میبینید که فرض کنید شاخصش مثلا 7% میخواد. این خیلی وقت بود. یه موقع با معاملات بالا 7% میدید، با خارج قیمتی خیلی پایین 7% میدید، ولی با خرید معاملات کمتر. اینا فکر کنم ذاتش خیلی فرق داره که این واقعا بحرانه دو یه نویز به بازار بود و ممکنه برگرده. اگه بحران رو خوب باید ادامه داره تفاوت داره. بخم توی مثلا این دسته های ماهی و پرنده ها یه سری پرنده ها وجود دارن که لب مرز هست. آیا اونا تأثیری دارن روی رفتار کنده بروش؟ لب مرز ها چی هست؟ یه ماهی جمعیتی داریم که یه سری پرنده ها بیرونی ترین لایه هست اونا تأثیر خاصی میگن. توی مدل ویچک میگه من حول یه دایره میگیرم، خارج اون دیگه همسایه من نیست که اصلا تأثیری داشته باشه جهتش. ولی تو مدل لوین که گفتم همینو میگفت، میگفت از یه فاصله کمتر اینا همدیگه رو دفع میکنن دیگه، پرنده تا یه جای این کامپکت میشن دیگه، بیشتر که نمیشن. توی یه بازه‌ای میاد جهت‌گیری همسایه‌هاشو میکنه، از یه بازه‌ای به بعد دیگه جذب میکنه، یعنی دیگه انقدر رفته پرت شده اون پرنده که سعی میکنه سعی میشه جذب همین دسته بشه. کل بازم میگم، یعنی کل اون پرنده‌ای که اون گروه رو تشکیل میده خب یه سری هاشون لب مرزن، یعنی اون ورتر باشن بازم جزو دستن دیگه. میگم تصمیم گیری اونا، یعنی اون پرنده هایی که وسط هم اصولا خیلی آزادی عمل ندارن که خیلی حرکت های عجیب غریب کنن، ولی اونی که لب مرزه میتونه بره. آیا تصمیم اون میتونه مثلا بکنین چند تا پرنده؟ ولی اونم باز یه همسایه‌ای داره که بخواد بهش وابسته باشه، یعنی برهم کنشی داره با بقیه شون. درسته دوره دوره همه رو نمیبینه، ولی باز یه همسایه دو تا همسایه داره که بخواد جهت اونا رو میانگین بگیره بره سمت اونا. پرنده‌ای هم که تو اون تصویر شما می‌بینید که توی مرزه همیشه اونجا نیست. یعنی پرنده‌ای که وسط و توی مرزه هیچ وقت ثابت نیست. تکون می‌خورن دیگه این. مدل سازی شما اینو می‌بینید. من فقط این سوالمو یه جوری بفهم. چند تا پرنده‌ای که لب مرز هستن یه دفعه تصمیم می‌گیرن دور بشن. آیا یه دفعه میتونیم بگیم که این گروه از هم میپاشه؟
مثلا یعنی چه تصمیم بگیرم برم؟ شما آیزنگ دو بودی وقتی شبیه سازی میکنی مثلا آیزنگ اسپنس ها که اون روش هم سوال نه که این اسپنس هایی که رو سطح بیرون از بالکن مثلا لخره ممکنه هوا اصلا دلش نخواد همسو بشه دیگه اینو فیلیپ کن. خب فیلیپ کن. نکته اینه که این نویزی که شما داری گوشی سیستم ایجاد میکنی چرا میتونه داخل سیستم پروپاگیت کنه؟ توی این سیستم اینه که نویز اینا توی هم همسایگی اول خداحافظ شما یعنی شما اصلا وقتی آیزنگ یه بودی شبیه سازی میکنی چرا فیس ترانزیشن ندارید؟ چون اگه این طرف یه نویز بزنید نویز بلند شد سیستم را میفته ساختار از بین میبره اما وقتی شبکتون بزرگ میشه این نویز یعنی یه چیز توی کامپرسنس ما به نمیگیم چی باید ایرور کارکشه نویز میاد توی سیستم ولی به دوتا همسایه نمیرسه که این نویز از بین میره شبیه سازی این مدل هم اینجوری که شما هم اول کار مثلا روزای پرنده ها اینا آن اوریج اندازه یه دونه یا دوتا بالشون از همسایه فاصله میگیره مدل هم چک میگم اوکی همه رو رندوم بریز تو صفحه فقط یه فیچر بهش بده که هر کسی با یه طول کنار هم باشه مثلا تو پای ماهی اگه ببینه اونا نصف قدشون هم خیلی دنس حالا به همه اینها یه نویز هم بذار یعنی حالا طرف نویز از چه مرتبه دیگه از مرتبه کمتر از اون دیگه یه ذره هم جا به جا میشه اما تو یه دفعه میگه آقا من اصلا یه ویدیوی دیدم این پرنده دیوونه شد ول کرد رفت میرن آره مثلا یکی هم از تمام شبیه سازی که داره با تفنگ گوله یه جای میزنه اون موقع نمیسان داره در بره نمیدین که در رفتن این به مثل که شما یه جایی آپدیت میکنید دور و بریاش میگن که خب عقبی موت این در رفت پس موقع بریم این رفت دوباره این یه لایه بعدش بنام این رفتن این بر اما این به سه تا همسایی برسه به هیچ افکت ازش نمیدید یعنی جور اکسپوننشیل این در افت تو چه این نویز هست من سوالی اینجا که بودی رو جبلی همین لیدرها رو پیدا کنید من اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که بیام تایم اینتروال ها رو کوچیک کنیم بعد ببینیم که کی زودتر از همه میچرخه به اون جهت حالا مرجح در کرایسیس بقیه حالا آروم آروم میاد پروپاگیت میکنه بقیه هم دنبالش راه میفته بعد فقط برای سوال اینجوری چجوری باید نویز رو حذف کنیم و اصلا این ایده‌ای که به ذهن من رسیده توی این مقاله میدونی چیکار کرد گفته این پرنده داره میره کورلیشنش رو با هم یعنی دونه دونه رو حساب کرده یعنی این پرنده رو گرفت اولی کورلیشنش با تأخر زمانی بقیه یعنی دو ثانیه انگار قبلیه همشون حساب کرد دوباره بعدی رو حساب کرد ببینه کدوم یکیشون میشه لیدرشون و کدوم فالو میکنن ولی خب لگ زمانی رو تو مسئله پیدا کردنش خودش یک کمی ادبیات مالی کم با شما معمولا هر نوع پیشبینی که انجام میشه اتفاقات غیر منتظره مثل جنگ سیل اون اتفاقاتی که کلا اقتصاد رو منفجر میکنه میذارن کنار چون هیچ سیستمی حتی انسان هم قادر نیست اونا رو پیشبینی کنه اگر اتفاق بیفته قطعا خب وقتی رو همه اقتصاد تاثیر میذاره بازار بورس و بازار مالی دنیا هم تاثیر میذاره برای من فکر نمیکنم هیچ مقاله دنبال این باشن که و بتوانن که این گونه اتفاقات رو پیشبینی کنن و تأثیرش رو بیان بسنجن روی بازار سرمایه. یه مورد دوم هم که حالا شاید جواب دوستان باشه ما ببینیم که دنبال چی هستیم وقتی ما تو بازار سرمایه داریم نمونه آماریمون اونجا و داریم رو تحقیق میکنیم ما سه تا سوال داریم تو بازار سرمایه که هدف اون اینه که سود کسب کنیم چه سهمی رو چه موقع و چقدر بخریم و چه سهمی رو چه موقع بفروشیم حالا اگر یه داده پرتی داریم روی مرز پایین حرکت دست جمعی حرکت نمی‌کنه بعد ما اون سهمی نیست که ما می‌خوایم بخریم می‌ذاریمش کنار و دوم اینکه ما تا به هدفمون اینه که پیشینه بشه یعنی که سودمون بیشتر از ضرر بشه ممکنه یه گروهی از این پرنده ها یا سهام های ما یه روش یه حرکت دیگه رو کنن ولی هدفمون اینه که اون پیشینه و خوب باشه که میزانی که سود که در میاریم از این معامله‌مون این ترهیدمون های پیش بینیمون از اون ضررها یعنی اون پرنده هایی که داریم مسئله دیگه بیشتر میشه من اگه فکر من با اون دیدگاه بازار مالی به این موضوع نگاه کنیم فکر از سوالات رو پیش شما پاسد داریم سوال
پدیده. من یه سوال دارم. شما روش خودتون رو روش دیگه مقایسه کردید؟ مدل ویچک رو منظورتون؟ مثلا مدل پیشنهادی برای پیشبینی بازار سرمایه تا به هدفش هم میزان سوده. آیا با مدل های دیگه که مطرحه مقایسه کردید یا نه؟ نه هنوز، ولی در آینده شاید. من هنوز مدل ویچک هم در واقع اپلای نکردم. هدفتون نهایتاً اینه که یه ارلی وارنینگ بدیم، مثلا یه کرایسیس مقدار اتفاق بیفته باید کردم در بازارهای مختلف میشه. دقیقا رو همین زمانی که شما کار کردی S&P 500 و 800 رو هم انجام دادم، مثلا با روش های استاتیستیکال منیفولد، منیفولد های آماده اینجا مثلا ارلی وارنینگ میدن، مثلا پیشبینی میکنن که مثلا بحران سال 2008 در این فاصله ممکنه ارزش سهام همین شرکت ها با هم ظهور کنه. یا اینکه واقعا هدفتون اینه که مثلا فلان سهام رو در این بازه یه در واقع پردیکشن بکنید با یه دقت. اون اولیش، یعنی اینکه ترجیح میدم که آره کرایسیس رو بتونم پیشنهاد بدم. همونطوری که گفتن شما وقتی این کار دارید انجام میدید، این تابعی از رفتار جمعی اون سهامداران بورسه. یعنی وقتی که یک نفر میاد شروع میکنه به فروختن یا خریدن، ایشون به اصطلاح هات سلر یا هات بایر، یعنی میفروشه و میخره، بقیه از این تبعیت میکنه. بله. اون دو بورس هم این کارو میکنه. بله بله. افراد اصلی رو شناسایی میکنن، بقیه که اینا رو فالو میکنن بر اساس سیگنال اونها شروع میکنن به معامله کردن. بله. یعنی تو اوتو تریدینگ این کارو میکنن دیگه. درست. الان شما وقتی میخوای کار انجام بدی، واقعیتش اینه که این خروجی که شما داری میبینی، ریزالتی که داری میبینی، نتیجه اون رفتار هوش همون سوال اینتلیجنس هستش که در بین این خریداران در فروشندگان بازار وجود داره. دقیقا. یعنی چیزی که تجسم میکنه فیدبکی از اونه. مستقلا نیست که مثلا شما بگید که این سهام خودش داره واکنش نشون میده به اون اتفاق. مثلا یه موقع پس مثلا یه چیزی تغییر میکنه. مثلا یه جنگی در خاورمیانه اتفاق میفته و یه مشکلی پیش میاد، مثلا قیمت نفت تغییر میکنه، خب طبیعیه که اون صنایع مرتبط باشه که مربوط به پتروشیمی هم تغییر میکنه. یا قیمت شکر عوض میشه، خب طبیعتاً اثر میذاره رو اونهایی که در مربوط هستن به شکر و قند و امثال اینها. این دو تا رفتار متفاوته. در واقع فیدبکی هستش از بازارهای مجاور که به صورت غیر ذاتی روش اثر میذارن، یا از داخل خودش از رفتار خود مردم. در واقع خریداران و فروشندگانی که توی بازار هستن. خب روش ها خیلی متنوع هستن. بله. شما اگه مقایسه کنی با روش های مشین لرنینگ، اکتیو لرنینگ، دیپ لرنینگ یا حتی روش های منیفولدی، اصلا اونا سازوکار دیگه دارن. حتما باید نهایت کار خودتون رو مقایسه کنی. درست. ایدهش اینه که آیا میتونیم با ساده ترین ریاضیات ممکن این اتفاقات رو یه بار پدیدارشناسانه درک کنیم؟ و حقیقت امر همینه که کسایی که تنها کارشون فیزیکه، عمده زورشون رو اینه که این چیزی که تا اتفاق افتاده رو یه بار بتونن براش ریاضی پیدا کنن. و هنوز گام جدی که بخواد به قول شما یه الیوارن سیستم باشه که هشدارای جدی بده، به اون معنا ما توی بین فیزیکی های طرف نده. ولی خب مثلا یه سر آدم های هستن که حالا رفتن بیرون رو با همکاری تنگیه اما مثلا کلن کارشون اینه که بازار رو مانیتور کنن و بعد بیان هشدار رو بدن. اما لینک هایی که شما دارید اینجا هم میشنوید من کاملا در واقع شما میترجم. ولی به طور کلی توی فیزیک مردم رو مال همون باور، یعنی مدل های ویچک هم خیلی ممرضات ها میذاره کنار، خیلی ساده میگه که برخلاف ماشین لرنینگ که اصلا اینجوری نگاه نمی کنه. ماشین لرنینگ که شما داده هاتون رو به من بدید من آره می تکونم به شما یه حرف بزنم. ما اینجا یه داره این رخ یافته چیزه ها بینه این مدل ها قرار لید کنن یه مدل جدید بدن، ولی تو مدل قبلی دارن کار میکنن. یه فار تصویر بیدن لینکدین بچه فیزیک که خارج از ایران ببینید عمدتاً توی بانک و ریسک منیجمنت خب دیگه دپارتمان فیزیک هستن بیرون
آره نه تو دنیای واقعی باید سراغ چیزتر بریم شما سپویلیشن هم نگاه کنید خیلی مختلف هم کنید ولی الان کل فارغ التحصیل رو نگاه کنید عمدتا توی مدرسه بچه خودمون توی چیز هم توی بورس و بانک و این چیز هم و الان شرکت های برتر مثل پینتون کپیتال هیل توی انگلستان یا شرکت های بوشار تو فرانسه یا شرکتی آقای سایمون تو آمریکا داره اینا ترکیب ریاضیدان، فیزیکدان، کامپیوتر ساینتیست و بچه های مالی با هم میذارن که اینها رو به آخره هر کسی یه بچه کار رو نگاه کنه یعنی توی اون قسمت چیز دارن دیتا واقعی ولی این کار رو خب یه بخشش مدرسازیه و معمولا میخواد زود یه چیزی بسازه یه فیچر اکسترکت کنه یه تفاوتی بکنه بعد اگه خیلی خوب نتیجه داده بعد از کلی چیز میره وارد اون مسئله میشه کار رو بیشت من منظورم که تظاهر که تن تا دانشکده فیزیک باشه همین اینجوری ما نگاه کنم مگه اگه بیرون از دانشکده فیزیک بکنم که باقی ببینیم نهایتا شما مدلی که آفلاین بسازی با داده های جدید اوپنفایل میشه تغییر میکنه بهبود پیدا میکنه حالا شما فقط اسم مثلا رشته خودم دکترای تخصصی ریاضیه یعنی ما از فیلد ریاضی منیفولد دو که من دارم عرض میکنم خدمت شما و باعث منیفولد لرنینگ رو یا مثلا روش های آماری که ترکیب استفاده میکنه اونجا ما قشنگ پردیکشن انجام میدم شما این سرچ ساده هم توی اینترنت بزنید کار جدید دارم همین کارو میکنم خب موها اول یه مدل هایی بوده که آفلاین ساخته شده و چون این داده های بورس له و استریم لاین اومده به سیستم اضافه شده سیستم لرنش اکتیو شده و اون مدل هایی بزرگتر شده دقیقتر شده تو اینتروال های مختلف شروع کرده به پیش بینی کردن خب حالا تلاش ما اینه که لوکالی در ایران برای بازار ایران که خیلی آشفته تر هست و پارامترهای عجیب غریبتری داره که اصلا رفت توی بازارهای مالی ندارن در اینها رو چک بکنن یعنی خب فهم شما درسته ولی اون چه که در داخل محض تئوریتیکال داره انجام میشه بیرون که میاد اپلای میشه نهایتا این چیز خروجی مناسبی میده هر کی بیاد دانشگاهی مختاری حالا هر کسی از حکایت اون فیله مولاناست که توی اتاق دیگه هر کسی دست میشه یه جسدید خودش اون قدیدی ها فیدبک خودش رو مرتب میکنه این در مجموع تلاشه قابل تحلیل و ارزنده میاد چیز این آقای وینتون کپیتال آقای فاردین که وینتون کپیتالی رو داره که فیزیکدان و ریاضیدان کامپیوتر ساینتیست در کنار بچه مالی میذاره این اوریج درآمدیش نزدیک 3 برابر اوریج درآمدی بورس بوده خیلی موفقه و حالا خیلی چیزای بیشتر از این بوده ولی من فارسان مراجعه داشتم اومد پیش من گفتش که میخوام فیزیک بخونم گفتم که چی هستی گو من در دانشگاه منچستر چیزه ارشد فایننس خوندم گفتم خب باید منچستر فایننس اومدی یه فیزیک بخونی گفتش که مثلا یه پوزیشن باز شد دو نفر میخواست فلان شرکت رو انگلستان بعد گو ما 30 نفر بچه های مالی اپلای کردیم دو نفر فیزیکی گرفتن ما رو هیچ کدوم نکرد حتی مطمئنن ماهی ها رو همه با هم میگیدن ولی اون لحظه فیزیکی میخواستن و خیلی ناراحت بود در دومه همه یه خیلی بیمان چه ابزارهای میزن جاری این در مجموع میرن در کار واقعی ولی خب یه سری کارا مثل این اینه که سیدن فعلا اول میخوام این اصلا تفاوتی میبینیم چیزی میتونیم مشاهده کنیم بقول شما آفلاین ببینیم چیزی فعلا ارزش داره قدم بعدی و برداریم خب من بحث دیگه